کیوان جاوید هستم و این برنامه با مینا احدی. یک هفته دیگه به بررسی کارها و نظرات مینا احدی در این برنامه رو مشاهده میکنیم. در این هفته ما 4 موضوع رو انتخاب کردیم. اولین موضوعی که انتخاب کردیم مسئله نشست یا کنفرانس یا به هر حال میتینگیه که مینا احدی اینا در آلمان سازمان دادن علیه اعدام. سخنرانانی دعوت کردند، از جمله عفو بین‌الملل در این مراسم سخنرانی خواهند کرد و همچنین شعله پاکروان، مادر ریحان جباری پیام خواهند فرستاد و خود مینا احدی هم سخنران خواهند بود. در این مورد با ایشون صحبت خواهیم کرد و در مورد مسئله اعدام صحبت خواهیم کرد، چون دیروز روز جهانی علیه اعدام بود، 10 اکتبر روز جهانی بین‌المللی علیه اعدام. به هر حال موضوع دوم گرامی داشت یاد محمد جراحی که معرف حضور شما هست. محمد جراحی کارگر زندانی که چند روز قبل فوت کردن، در این مورد با مینا احدی صحبت خواهیم کرد، چون باز هم مراسمی خواهند داشت و سخنرانانی هم دعوت شدند. مسئله بعدی سیاست جدید پناهندگی دولت آنجلا مرکل اعلام کرده که سیاست پناهندگیش چیه و در آلمان حتما مسئله مهمی هست و در این مورد هم اینا اظهار نظر خواهند کرد و اقداماتشون رو خواهند گفت. و مسئله جدید دیگر در اتریش، برقه رو دولت اتریش ممنوع اعلام کرد ولی پلیس میگه دوچار گیجی شدیم که چطور باید با این مسئله مقابله بکنیم، چون دولت اتریش گفته پوشوندن صورت در حدی ممنوع باید باشه. در این مورد هم نظر مینا احدی رو خواهیم پرسید. خوش اومدید به برنامه‌تون مینا احدی. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم حضور شما، همکارانتون و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه می‌کنن. همونطوری که گفتم مینا احدی، 10 اکتبر روز جهانی مقابله علیه اعدام هست. دوست دارم اولا نظر شما رو در رابطه با مسئله اعدام بپرسم. در جهانی که این همه جنایت میشه، این همه به قول معروف خلاف هست و در ایران هم که میدونیم اینطوریه، در ایران در همراه با کل این جنبش علیه اعدام در دنیا هم اعلام شده اعدام باید کلن لغو بشه. چطور میشه؟ چرا بر این اساس شما دارید حرکت میکنید یا فعالیت میکنید که اعدام رو کلن باید ملغا بشه؟ دلایل سیاسی و به اصطلاح پایه‌ایتون در این رابطه چیه و همچنین در رابطه با نشستی که دارید، مراسمی که دارید توضیح بدید، بفرمایید. بله، همونطور که شما هم گفتید 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام این روز خیلی قدیمی نیست. متاسفانه چند سالی هست که این روز به رسمیت شناخته شده از طرف نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا. واقعیت اینه که در همه دنیا مبارزه علیه اعدام هست، به خاطر اینکه تمام مردمی که شاهد این پدیده هستن میبینن که یه دولتی به اسم دفاع از امنیت یا دفاع از نمیدونم مردم یا غیره و غیره، آدمایی رو در نهایت خونسردی به اعدام محکوم میکنه. یه سیستم، یه دستگاهی کار میکنه و بعد از دوندگی های زیاد میارن و یه نفر رو راحت میکشن. این زخم و این درد به نظر من در تمام ابعاد جامعه تاثیر داره، چه در آمریکا وقتی کسی رو اعدام میکنن و بعد معلوم میشه که اصلا اون آدم که به اسم قاتل دستگیر شده قاتل نبوده مثلا و دیگه نمیشه برگردوند این پدیده رو، چه کسایی که تو کشورهای مختلف مثلا اعدام میشن از جمله مثلا کشورهای اسلام زده که تعداد خیلی زیادی رو به خاطر توهین به پیغمبر، مبارزه سیاسی، مبارزه علیه حکومت و یا بحث مثل ایران معتادین رو میارن اعدام میکنن، یا کسایی که مثلا چند گرم هروئین فروختن میارن در ملأ عام اونا رو اعدام میکنن. اعدام غیر انسانی و وحشیانه است و همونطور که منصور حکمت گفته اینا توجیه میکنن که برای مبارزه با جنایت دارن اعدام میکنن ولی خودشون جنایت بزرگتر رو سازمان میدن. به قول منصور حکمت اگه این قسمت رو بیاریم نگاه کنیم، یعنی دولت هایی که به اسم دفاع از امنیت دارن اعدام میکنن، تعداد خیلی 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 بیشتری رو اینا کشتن به نسبت کسایی که تو خیابون با هم دعواشون میشه، یکی عصبانی میشه چاقو میزنه یکی رو میکشه. بنابراین اینا همش توجیهات در مورد اعدام که ما اعدام میکنیم برای اینکه بتونیم جواب این یا اون معضل اجتماعی رو بدیم. اعدام قتل عمد
هست توسط دولت ها و یکی از مهمترین تأثیراتش این هست که وحشت ایجاد میکنه تو جامعه. یعنی پیامی که اعدام چه در آمریکا چه در ایران به مردم میده اینه که جونتون دست ماست، دست دولت، دست سیستمی که میتونه شما رو تا پای چوبه دار یا پای مثلا جایی بکشونه که با تزریق سم بتونیم شما رو بکشیم. و به خاطر همین هم در آمریکا هم در کشورهای دیگه، چین، عربستان سعودی و همه جا اعتراض هست علیه اعدام، مبارزه هست علیه اعدام، برای اینکه بشر تجربه کرده تأثیرات مخرب اعدام رو، چه در محدوده خانواده‌ای که فردی رو اعدام میکنن، چه در سطح اجتماع و جامعه. به نظر من تا اونجایی که به ایران برمیگرده کاملا روشنه که اتفاقاتی که در ایران افتاده رو میشه در مقابل چشم دنیا قرار داد و گفت ببینید جایگاه اعدام چی هست. خب ولی بله، فکر نمی‌کنید در کشوری مثل ایران، خب میفهمم در کشورهای اروپایی رفاهی هست، مردم در یک سطح زندگی بالاتری هستند، میگن فرهنگشون بالاتره، اینا رو از قول جامعه دارم میگم، در جامعه مثل ایران که این همه بچه خردسال بهش تجاوز میشه، نمیدونم این همه خشونته، بالاخره نباید یه جای جامعه رو بترسونی؟ حالا گیریم جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، یه دولت مردمی نباید یه جای قاطعیت نشون بده، بگه اگه دست به این جنایات بزنید، نمیدونم قتل بکنید، به نمیدونم همسرتون صورتشو مثلا با اسید بسوزونید یا هر چیز اینا، باید این قاطعیت باشه تا برسیم فرهنگ، نمیدونم اقتصاد، رفاهیات بالا بره و اون موقع بعدا ما بپیوندیم به جرگه کشورهای پیشرفته و اعلام و لغو کنیم. نظر شما چیه؟ کاملا مخالف این توضیحات هستم، به خاطر اینکه تا اونجایی که به فرهنگ و اخلاقیات برمیگرده به نظر من تو همون ایرانش هم فرهنگ های مختلف وجود داره و یه فرهنگ مدرن انسانی احترام گذاشتن و غیره و غیره برخلاف و در مقابل فرهنگ رسمی که دولت ازش یا حکومت ازش دفاع میکنه وجود داره. یعنی فرهنگی که جمهوری اسلامی ازش دفاع میکنه فرهنگ خشونته و زبانی که به کار میبره زبان خشونت. اینا میاد میرزن تو خیابون، از روز اول اینطوری بودن، بی حجاب و کتک میزنن، نمیدونم زنی رو که هیچ امکاناتی نداره تو خیابون داره یه چیز رو میفروشه برای اینکه شکم بچه‌هاشو سیر کنه، کتک میزنن، وسایلاشو به هم میزنن. اتفاقی که تو ایران افتاده اتفاقا فرهنگ خشونت و فرهنگ ضدیت با انسان رو حکومت داره نمایندگی میکنه. تا اونجایی که به اعدام برمیگرده همین بحث رو بیاید در سطح افکار عمومی بین المللی مطرح کنید که روزانه میارن تو خیابون، اگه مبارزه نباشه هر لحظه ممکنه میارن تو خیابون آدم اعدام میکنن جلوی چشم بچه. و این نهادینه شدن خشونت از طرف حکومت اسلامی اتفاقا یا دفاع از فرهنگ بربریت و غیر انسانی چیزی هست که از طرف دولت، از طرف حکومت کمپاش میشه توی جامعه. ولی ما در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ در مورد این داریم حرف میزنیم که توی اون مثلا جوامع، مثلا مثل ایران، حالا فکر کنیم همین جمهوری اسلامی هم سر کار هست، قتل اتفاق میفته و اینا به جایی که بیارن اولا رسیدگی کنن ببینن واقعا اون کسی که متهم به قتل هست واقعا این قتل رو انجام داده یا نه، سر هم بندی میکنن، تصمیمات سیاسی میگیرن، سریع میخوان یکی رو بکشن. اتفاقا جمهوری اسلامی همون چیزی که شما گفتیم داره عملی میکنه، یعنی اینکه میخواد بترسونه. مثلا کسی تجاوز میکنه به دختر بچه‌ای که اخیرا این اتفاق افتاد، فوری اون آدمو میبرن وسط میدون شهر اعدام میکنن، فکر میکنن جواب تجاوز به کودکان همینه، در حالی که خشونت رو با خشونت، بی‌عدالتی رو با بی‌عدالتی، جنایت رو با جنایت بالاتر و سازمان یافته‌تر دارن جواب میدن. به نظر من اگه جمهوری اسلامی بیفته یه بخش بزرگی از این فرهنگ خشونت و این باز تولید خشونت از اون جامعه رخت برمی‌بنده. در این حال من معتقدم اگه من نوعی یا ما به حکومت برسیم توی ایران، معلومه که با این مشکلات باید مبارزه کرد، معلومه که مسائل رو باید دید، ولی نفس توضیح دادن انسانی و اجتماعی و درست مسائل و در این حال زیر ساختها را ساختن، مبارزه کردن با جنایت و در لغو کامل اعدام و کار کردن با اونایی که دست به جنایت میزنن، تغییر شرایط، رفاه اقتصادی و همه اینا به نظر من تاثیر خواهد داشت در اینکه حتی جنایت هم، جنایت تا اونجایی که تو خیابون و تو خونه ها اتفاق میفته کمتر بشه. طبعا باید
آدمایی که مثلا کسی که تو خونه بچه کودک میزنه با قانون مواجه بشه طبعا باید تعدادی دستگیر بشن و آموزش در این حال ببینن، ولی مخالفت با اعدام اساسا در این دنیا به نظر من یکی از پیشرفت‌های بشریت هست و در همه دنیا باید اعدام ممنوع بشه، چون پاسخ هیچ چیز نیست به جز اینکه خودش یک قلم جنایت و به اصطلاح خشونت رو توی جامعه ترویج می‌کنه. از مراسم سازمان دادی در 14 اکتبر لطفا در این مورد برامون بگید، بفرمایید. بله خیلی مفصل صحبت کردم، ببخشید، ولی ما روز شنبه در شهر کلن در آلمان یه مراسم یا یه برنامه داریم، کنفرانس اساسا داریم که دعوت کردیم از خانم زینا فوکت که نویسنده هستن ایشون و بخش زیادی از عمرش رو مبارزه علیه اعدام در عرصه مبارزه علیه اعدام به سر برده. در این حال ایشون شروع فعالیتش اینجوری بوده که تو آمریکا کسایی که زندانی هستن و محکوم به اعدام یه برنامه یا یه پروژه هست میتونن نامه بنویسن به آدمای مثلا از طریق از این طریق سازمان میدن از طریق اینترنت و اینا که شما میشه دوست به اصطلاح نامه‌ای مکاتبه‌ای با کسی که محکوم به اعدامه و خانم زینا فوکت از این طریق شروع کرده، با تعدادی آشنا شده، بعد رفته اونا رو دیده و سالهاست تو این عرصه کار میکنه، یعنی یک فعال بسیار سرشناس مبارزه علیه اعدام در آمریکا که بعضا تعدادی را متاسفانه نتونسته نجات بده و همراهی کرده تا پای اتاقی که سم تزریق میکنن و اعدام میکنن. توی مبارزه علیه اعدام کمپین های مختلف در آمریکا شرکت داشتن، ایشون البته آلمانی هستن، در آلمان زندگی میکنن ولی یه سازمانی هم دارن، یعنی باز سازمانی کار میکنن به اسم اینیسیاتیو علیه اعدام یا یه تجمع علیه اعدام که ایشون سخنران ما خواهند بود، کتاب هم همینطوری که گفتم نوشته در مورد این فعالیت هاش. بعد ما دعوت کردیم از فلوریان چفایی که ایشون هم یک جمع علیه اعدام را دارن، در این حال از نویسندگان سایت هومانیست های آلمان هستن و در کمپین علیه اعدام ریحانه جباری یا سهیل عربی ایشون خیلی فعال بودن، تظاهرات سازمان دادن در شهر تریر، سخنرانی در دانشگاه تریر سازمان دادن و ایشون هم سخنران ما هستن، اساسا در مورد علیه اعدام در دنیا قرار سخنرانی کنن. ما پیام خانم شعله پاکروان را خواهیم داشت که در این حال باید اضافه کنم که ماه اکتبر ماهی هست که ریحانه اعدام شده و در مورد ریحانه جباری در کشور آلمان خیلی افشاگری ها شده و روزنامه بیلد زندگی ریحانه را از بچگی تا وقتی اعدام شد به صورت مفصل نوشته و چهره شناخته شده است. بنابراین این برنامه ما به زبان آلمانی فارسی هست ولی یه بخشش اختصاص به ریحانه خواهد داشت که مادرشون هم پیام میدن و پیام به زبان فارسی هست، طبعا به آلمانی ترجمه خواهد شد و در حضور خبرنگارا اینا توضیح خواهیم داد که چی بوده. امیدوارم فیلمی هم از زندگی ریحانه اونجا پخش کنیم. در هر حال این برنامه هست که در رابطه با علیه اعدام و متحد شدن بیشتر فعالین علیه اعدام در ایران و در دنیا. خسته نباشید مینا عدی. برسیم به موضوع بعدی. محمد جراحی، کارگر مبارز، رهبر جنبش کارگری، بعد از 5 سال در زندان بودن بالاخره بر اثر بیماری سرطان درگذشته. شما مراسمی در رابطه با این دارید، از دوستانی هم دعوت کردید برای سخنرانی، در این مورد هم برامون توضیح بود، بفرمایید. بله خب من فرصت نبوده اصلا از طریق رسانه شما از طریق تلویزیون در این مورد صحبتی بکنم. اول میخوام صمیمانه تسلیت بگم به خانواده محمد جراحی و به مردم در تبریز. مراسم بسیار باشکوهی برای رسل گرامی داشت محمد جراحی برگزار شد در همون تبریز و در این حال ما میخواییم ادای احترام بکنیم به یکی از رهبران جنبش کارگری، به یک کمونیست، به یک انسان عدالت خواه که زندگیش رو گذاشته در دفاع از حقوق کارگران، در دفاع از حقوق مردم و من برای من جای افتخار هست که ایشون کادر حزب کمونیست کارگری ایران بوده و این رو بعد از به اصطلاح مرگش حزب کمونیست کارگری اعلام کرد. ما در شهر کلن در آلمان مراسمی گرفتیم در گرامی داشت یاد یکی از رهبران برجسته جنبش کارگری در ایران و امیدوارم بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. ما از خانم شهلا دانشور دعوت کردیم که آخرین بار هم با محمد جراحی گفتگو کردن، گفتگوشون هم پخش شده و در این حال از محمد آسنگران دعوت کردیم به عنوان کسانی که
میشناسن ایران، جنبش کارگری و با رهبران جنبش کارگری ارتباط دارن، سخنرانی خواهند کرد. در این حال از همه دوستان دعوت کردیم در شهر کل، در آلمان هر کسی که دوست داره بتونه بیاد اونجا، خاطره حرفی صحبتی داره مطرح بکنه. این مراسم در روز شنبه در شهر کل در آلمان برگزار میشه. ما سعی میکنیم فیلم برداری کنیم و این رو هم بعدا از تلویزیون شما پخش کنیم. خودتون آیا صحبتی در این مراسم خواهید داشت؟ بله، من هم خب طبعا به عنوان یعنی گروهی که داریم سازمان میدیم، به عنوان مهمانداران یا کسانی که صاحب خونه هستیم توی این مراسم، حتما صحبتی خواهم کرد. ولی در این حال از همه دوستان دعوت میکنم توی این برنامه باشن. همطور که گفتم، برای من جای افتخار هست که ما در حزبی فعالیت میکنیم که محمد جراحی به عنوان چهره برجسته در ایران کادر این حزب بوده. بنابراین حتما من هم یه صحبت کوتاهی خواهم کرد. مهمترین چیزی که از محمد جراحی براتون، یعنی تو ذهنتون هست و فکر میکنید ذهنتون اشغال کرده یا بهش فکر میکنید لااقل بعد از فوتش، اینا چیه؟ چه چیزی رو فکر میکنید باید با خیلی کوتاه بیان بکنید یا با به دیگران هم بگید، اگه بتونید در این مورد صحبت؟ خب طبعا فرصت خیلی کوتاه است. برای خود من، به عنوان کسی که از تبریز بودم، اونجا زندگی کردم و زندانی که بخشن محمد جراحی هم اونجا بوده یا شاهرخ زمانی، جایی هست که همسر من هم اونجا بوده، اسماعیل یگانه دوست، یه مقدار احساس دیگه یا احساس نزدیکی زیادی با این دوستان داشتم، به خصوص در مثلا مراسمی که براش برگزار کردن. همه اینا برام یه مقدار زیادی با بعضی خاطرات دوران جوانی یا زندگی خودم در این حال عجین هست. ولی مهمترین به اصطلاح چیزی که از محمد جراحی میتونم بگم همینه که با صداقت و با انسانیت، با معصومیت فراوان دفاع کرد از حقوق کارگر و از حقوق مردم و حرف دلش رو زد و تا آخر تو این جهت موند و به نظر یه سنت رو شکست. در این حال همین که الان بحثای زیادی هم دامن زده شده که عضویت یا فعالیت رهبران کارگری در احزاب کمونیستی و اینکه میشه از این طریق جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و یه دنیای بهتری رو ساخت، این برام خیلی جالب و تیپیک بود این اتفاقی که افتاد. خب برسیم به موضوع بازم داخلی. در آلمان آنگلا مرکل سیاست پناهندگی اعلام کرده. اولا این سیاستش چیه و نظر شما در رابطه این سیاست چیه؟ بفرمایید. اتفاقی که الان این دو سه روز راجبش بحث میکنن اینه که خب آنگلا مرکل الان داره برای ائتلافی کار میکنه که با دو تا حزب دیگه تا بتونن اکثریت رو به دست بیارن و دولت رو اساسا به سازمان بدن و پارلمان راشد هیئت دولت رو، مثلا کی چی کاره هست و کی وزیر امور خارجه هست و شغلا رو یه مقدار تقسیم کنن. بنابراین اولین نشستی که داشتن بین حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، حزب خواهرشون اساسا، ولی اون حزب سوسیال مسیحی خب یه مقدار زیادی تند و به نظر من راست روانه داره بحث میکنه و گفته که باید لیمیت گذاشت، تعداد پناهنده هایی که آلمان میپذیره باید معلوم باشه. اینجا بهش با آلمان میگن اوبرگرنسه، یعنی باید مرز رو معلوم کرد که چقدر ما میپذیریم. و خانم مرکل به نظر من خیلی جالب و من کاملا سمپاتی دارم به این سیاست یا رفتارش که میگه که نمیتونیم مرز تعیین کنیم که چقدر میپذیریم، باید اوضاع رو دید، باید ببینیم چقدر میان. و این به نظر من یکی از بحثای مهمی هست که تو آلمان بوده. در هر حال نشستی که داشتن با هم دیگه فعلا توافق کردن مرز رو 200,000 نفر تعیین کردن سالانه دولت آلمان پناهنده بپذیره. ولی در این حال مرکل کماکان گفته که این سیاله، اگه اتفاقاتی افتاد، اگه یه جورایی تعداد خیلی زیادی اومده، ما این رو عوض، یعنی بالاتر خواهیم برد. یه درجه کوتاه اومده در مقابل حرفایی که همیشه بحث و جدل و اختلاف بین خودشون بود، ولی در این حال گفتن که 200,000 میپذیرن، که به نظر من خیلی خب خیلی کم هست برای کشور آلمان، چون مثلا 2015 1,000,000 پناهنده پذیرفتن. خب از طرف دیگه فشار راست ها و راستیست ها خب خیلی زیاده. در هر حال از امروز دیگه گفتگوشون با حزب سبز در آلمان که جزوی از این ائتلاف خواهد شد و حزب FDP یا لیبرال ها شروع خواهد شد. و اولین موضوعی که
در موردش باید توافق کنن همینه که حزب سبز مخالف این 200 هزاره و فکر سیاست دیگه رو داره مطرح میکنه. در هر حال هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ولی دارن با هم ائتلاف میکنن و دارن با هم دیگه توافقاتی رو انجام میدن، از جمله همین موضوع که یعنی در عمل کمتر پناهنده میپذیره. ولی آیا این درسته که اینجوری بگیم بین راست و چپ تعیین میشه در جامعه آلمان که این سیاست اینجوری بمونه یا تعداد پناهندگان بیشتر قبول بشن، فشاری که بین کل جنبش چپ یا جناح انسان دوستانه به اصطلاح وجود داره در جامعه چطور میبینید؟ خب این بحث مثلا کلی اگه بگیم طبعا اینطوری هست، چپ و راست یا انسان دوستا و کسایی که راسیستن تا حدود زیادی، ولی به نظر من یه مشکل واقعی که وجود داره اینه که چپ، یعنی اونجایی که به ابعاد اجتماعیش برمیگرده، حزب چپ یا حزب سبز که چپ تو این زمینه چپ رو داره نمایندگی میکنه، یعنی تعداد بیشتر پناهنده، خودشون مشکل دارن و اون مشکل عجین هست با همین بحث اسلام و اسلام سیاسی. یعنی اینکه شما اگه نگاه کنید میبینید که حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان رای زیاد میاره، توش هم راسیستا هستن، هم کسایی که منتقد مسجد سازی هستن، هم کسایی که منتقد حجاب هستن، هم کسایی که فکر میکنن که یه جور دیگه باید سیاست انجام بگیره تا اونجایی که به بحث پناهندگی برمیگرده، حلال و حرام و مسجد ساختن و تو مدرسه وقت بذاریم نماز بخونن و بچه دختر بچه اجازه نداره بره کلاس شنا چون خانواده مسلمونه، و اون چپ داره از این دفاع میکنه. بنابراین یک کمپلکس عجیبی رو ما داریم میبینیم تو اروپا و در آلمان و به خاطر همین کار یه مقدار سخت‌تر میشه، چون اینا به خاطر اینکه انتقاد نمیکنن برگو دارن میبازن به دست راستی ها و تعداد زیادی که میتونستن بیان از حزب چپ یا از حزب سبز دفاع کنن تو این زمینه فرار میکنن به طرف حزب دست راستی چون راجع به مشکل حرف میزنن. به خاطر همین اتفاقا آدمای مثل یا سازمان های مثل ما تو آلمان که داریم هر دوتا را نقد میکنیم به نظر من تا حالا خیلی تاثیر داشتیم در اینکه فضا یه مقدار ریلکس تر بمونه و کمتر فرار کنن به طرف دست راستی ها. کماکان خب من در برنامه قبلی هم بهتون گفتم حزب سبز من رو دعوت کردی سخنرانی، رفتم سخنرانی، خودم فکر میکردم دعوای شدید خواهد شد، در حالی که کسانی که تو سخنرانی من بودن همه گفتن مینا راست میگه و اینو ما ضبط کردیم و میگن که این سیاست درسته، هم باید از پناهنده دفاع کرد هم علیه عقب موندگی ارتجاع و اسلامیت و نمیدونم اینکه مسجد بسازیم و حجاب سر زن بکنیم مبارزه کرد. این راه حلیه که در آلمان باید ازش ما دفاع کرد. ما این حتما اینو به خیلی سریع این جلسه رو، این میتینگ و فیلمبرداری هم که کردید پخش میکنیم، خیلی وقت محدودی داریم ولی بعدا در برنامه های دیگه به طور ویژه در این مورد صحبت میکنیم. دولت اتریش اعلام کرده برقه باید ممنوع بشه ولی دوچار مشکلاتی هستن. بس بر سر چیه؟ آیا بر سر برقه است یا بس وسیع تره؟ بفرمایید. درست بحث رفت داره به همین داستانی که الان تعریف کردم. ببینید توی اروپا زنایی تو خیابون با برقه میرن، یعنی فقط چشماشون دیده میشه، توی انگلیس و همه جا پرن الان، و بحث اینه که باید این ممنوع بشه. چرا باید ممنوع بشه؟ وقتی دلایل اصلی رو وقتی مطرح میکنن آدمای مثل ما، سازمان های مثل ما، که برقع در خود نقض حقوق انسانی زنه، یعنی چی همه جاشو بپوشونه فقط چشمش بیرون باشه، چه میخواد قضا بخوره بچه بغلش کنه بره این بر اون بر، و در این حال بقیه ازش میترسن تو خیابون. این یه نوع ایزوله کردن زنها هست. و نکته بعدی اینه که برقع یا حجاب الان سمبل جنبش اسلامیه، یعنی رنگ شدیداً سیاسی داره. اینا دارن سعی میکنن اینجوری همه چیز رو رسمیت ببخشن، از جمله برقع، حتی تو محیط کار رو مبارزه میکنن براش. بنابراین یک کمپلکس شدیدی رو ما باهاش مواجه هستیم، هم نقض حقوق زنه، هم آپارتاید جنسیتی رو نمایندگی میکنه، هم جنبش اسلامی رو. ولی وقتی شما این بحث رو مطرح میکنید مواجه میشه با همین جماعت مالتی کالترالیست که خیلی هم زیاد هستن همه جا، نه این درست نیست و نباید سیاسی کرد، باید ببینیم قانون اساسیمون باش توافق داره یا نه. فکر میکنن دفاع از حقوق زنه، میگه خودش تصمیم گرفته، باید اول بحث کرد و بعدا ببینیم چی میشه و به کجا میرسه قانون. چرا با پاسبان میرید سراغ اینا؟ تمام این بحثا که بعضا به صورت خیلی قشنگ و درخشانی منظور حکمت جواب داده تو حجاب گیت، اینجا دوباره داره مطرح میشه. نکته ای که در مورد به اصطلاح
شما گفتین در رابطه با وین و اتریش اتفاق افتاده اینه که اساساً برای اینکه بتونن قانونیش بکنن و تحمیلش کنن مجبور میشن که توضیحات دیگه ای بدن، از جمله اینکه بحث امنیت، اینکه اگه زیر حجاب یه چیزی بمبی بیاره ما نمیفهمیم. بعد یه عده الان مخالف اینن و سعی کردن برای پلیس دردسر ایجاد کنن، اساساً ماسک میذارن رو صورتشون یا یه چیزی میپوشن میرن تو خیابون، بعد یعنی دارن یه مسخرهش میکنن. به نظر من این قانون رو این درست نیست. من شخصا طرفدار اینم که برقع ممنوع بشه، توضیحاتش هم باید درست باشه. توی قانون نمیتونیم، الان تو آلمانش هم ما درگیریم، رسیدیم به مرحله و به نکته‌ای که باید بتونی قانون رو تو قانون تصویب کنی و هی میگن نه اینجاش چی میشه اونجاش چی میشه. ما الان مجبور شدیم تو آلمان یه تعداد قاضی، یه تعداد وکیل و همه رو با هم دوره هم جمع کنیم کار کنن روی این چطوری میشه قانونا تصویب کرد. ببینید که به نظر من همین جماعت مالتی کالترالیست و همونایی که هی گفتن هیچی نیست و کنار اومدن با جنبش اسلامی دارن مقاومت میکنن در تمام سطوح و الان اتفاقی که در اتریش افتاده. ولی این حق فردی آدم ها هست که میرن توی تظاهرات صورتشون رو بپوشونن، یعنی یا این مسئله شما با این مخالفین، کسی که در یه تظاهراتی نمیخواد صورتش دیده بشه. مسئله ای که دولت ها فکر نمی کنید دارن اینو تقلیل میدن به پوشوندن صورت، چون مسئله حجاب یا برقه اساساً دفاع خیلی وسیع از حقوق زن، انسانیت، رسمیت شناختنه. آیا فکر نمی کنید دولت ها هم در این زمینه باید سیاستشون روشن باشه؟ با برقه مخالفیم چون علیه آزادی و علیه رهایی و علیه حرمت زن هست، فکر نمی کنید؟ خب آرزوی من این هست و ایدئال این هست، ولی این ایدئال پیش نمیره به خاطر اینکه درگیری اجتماعی، شما باید نیرو بتونید جمع کنید، شما باید بتونید قانع کنید، شما باید فشار بیارید. حتی قاضی که داره تصمیم میگیره رو خیابون یه جورایی رازیش میکنه که تصمیمش رو این وری اون وری کنه. تو خود آلمان بارها رفتن تا یعنی جنبش اسلامی با وکلای نمیدونم خیلی مهم و با پولی که میپردازن و اینا داره مبارزه میکنه، استدلال دارن میارن نه این اینطوری نیست و اون اونطوری نیست. و به نظر من تو خیابون تنش یا دعوایی که وجود داره هنوز قطعی نکرده، توی آلمان حداقل اینجوری نیست و به خاطر همین سعی میکنن، یعنی مثلا توی اتریش به نظر من سعی میکنن یه راه حل پیدا کنن. یکیش همینه که بحث صورت نباید پوشیده باشه. من شخصا فکر میکنم علاوه بر اینکه تحقیر زن هست و نمیدونم سمبول جنبش اسلامی و غیره، اینم توش باید مطرح بشه که صورت باید نشون داده بشه. آدم ها از طریق صورت، از طریق میمیک با هم ارتباط برقرار میکنن و چرا باید پوشیده بشه. میدونم این بحث رو آوردن در مقابل نمیدونم فلان جا میریم تظاهرات صورتمون رو میپوشونیم، که به نظر من خب اینم یه چیز حاشیه‌ایه تو این بحث. و قانون وجود داره حتی تو آلمان که نباید صورتاتون رو بپوشونید. بعضی ها این کار رو میکنن، خب میکنن، ولی بحث حجاب و برقه ربط خیلی مستقیمی به این بحث نداره، همونطور که شما هم گفتید. منطقه اینا سر میکنن از این طرف یه راهی پیدا کنن قانونی کنن و اینو هم تو بحثشون آوردن. خیلی ممنون مینا عدی، بهتون خسته نباشید. میگیم در مورد همه این برنامه ها میشه به طور ویژه صحبت کرد. براتون روز و شب خوبی آرزو دارم. خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، گفتگو داشتیم با مینا احدی در برنامه با مینا احدی. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.